فصل چهارم مکمل های غذایی اسید های چرب چربی ها یا لیپید ها ترکیبات عالی غیر محلول در آب هستند که بیشتر از آنکه از نظر خصوصیات شیمیایی به یکدیگر شبیه باشند از نظر خصوصیات فیزیکی به یکدیگر شباهت دارند لیپیدها نه تنها به دلیل ارزش انرژیزایی بالا بلکه به دلیل وجود ویتامین های محلول در چربی و اسیدهای چرب ضروری در غذاهای طبیعی از اجزای مهم تغذیه به شمار می آیند. لیپیدها می توانند با پروتئین ها ترکیب شوند و در ساختمان دیواره و غشای سلولی ایفای نقش کنند. همچنین می توانند به عنوان های انرژی در سلول ها به عنوان منبعی برای سوخت در زمان لازم مورد استفاده قرار بگیرند. اسیدهای چرب لیپیدهای ساده هستند که عمدتا به صورت استر در روغنهای طبیعی یافت می شوند. البته به صورت آزاد فرم انتقالی در پلاسما به مقدار ناچیزی در بافت ها نیز دیده می شوند. تا کنون بیش از هفتاد نو اسید چرب از نسوج گوناگون استخراج شده که همگی دارای زنجیره هیدروکربونی طولانی با یک عامل کربوکسیل انتهایی هستند. زنجیره کربونی ممکن است اشباع شده باشد که در این صورت به آن اسید چرب می گویند. و ممکن است دارای یکی یا چند پیوند دوگانه باشد که به با آن اسید چرب غیر اشباع می گویند. جانوران اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع با یک پیوند دوگانه بیوسنتز می کنند اما آنها با وجود نیاز شدید قادر به سنتز اسیدهای چرب غیر اشباع با پیش بیش از یک پیوند دوگانه نیستند برای مثال جانوران نمی توانند اسید لینولئیک که ده تا 20 درصد کل تریگلی کل که انبار چربی بدن پستانداران را تشکیل می دهد بسازند به همین دلیل باید آن را از طریق رژیم غذایی دریافت کنند به طور کلی به اسیدهای چربی که جانوران توان سنتز آنها را ندارند و باید از طریق رژیم غذایی دریافت شوند اسیدهای چرب ضروری گفته می شود. اهمیت اسیدهای چرب ضروری نه فقط به علت شرکت آنها در ساختمان ترکیبات چربی است بلکه برخی از آنها مثل اسیدهای چرب غیر اشباه اسیدهای چرب اومگا 3 و اومگا 6 پیشساز سنتز اسیدهای چرب منابع غذایی غیر گیاهخواری هستند. زمانی که یک اسید چرب پیوند دوگانه ندارد با هیدروژن اشباع می شود. در نتیجه آن را اشباع می خوانند مانند اسید پالمتیک. اگر در زنجیره اسید چرب دستکم کم یک پیوند دوگانه وجود داشته باشد آن را اسید چربی غیر اشباع می اسیدهای چرب غیر اشباع به دو دسته اند. اگر اسید چرب غیر اشباع دارای یک پیوند دوگانه باشد آن را اسید چرب تک اشباع می نامند. مانند اسید لینولئیک و اگر بیش از یک پیوند دوگانه داشته باشد آن را اسید چرب چند اشباع می مانند اسید لینولئیک اومگا 3 چیست؟ اسیدهای چرب اومگا 3 خانواده ای از اسیدهای چرب اشباع نشده هستند که اولین پیوند دوگانه ای آنها بین سومین و چهارمین زنجیره کربن قرار گرفته است. اسیدهای اومگا 3 برای تنظیم فعالیت بدن انسان ضروری هستند ولی در بدن ساخته نمی شون. اولین بار دو دانشمند به نامهای دکتر بنگ و دکتر دایربرگ پس از تحقیقات علمی در زمینه چربی های ماهی نام اومگا 3 را بر آن نهادند و آن را اولین بار زمان بررسی روش تغذیه اسکیموها در سال 1979 میلادی کشف کردند. آنها با تحقیق روی خون اسکیموها مشاهده کردند با وجود اینکه اسکیموها همراه غذای اصلی خود ماهی از گوشت حیوانات پرچرب شکاری نیز استفاده می کنند. اسیدهای چرب موجود در خون آنها مانع از تجمع پلاکت و در نتیجه مانع از رسوبات و گرفتگی رگها می شود. امگا 3 در اشکال مختلف وجود دارد. یک ALA یا آلفا لینولیک اسید که نمی تواند در بدن ساخته شود نیاز است تا در رژیم غذایی گنجانده شود آل آ عمدتا در روغنهای گیاهی مانند کلزا، کتان، گردو و پسته و سبزی های برگ سبز وجود دارد. 2. ای پی آ یا ایکو نویک اسید و DHA یا دکوزا هگزا اینو اینیک اسید های چرب زنجیره بلندی هستند که می توانند توسط آل آ در بدن ساخته شوند. این دو اسید چرب برای سلامتی انسان بسیار مفید هستند. DH آن جزء ساختارهای مهمی در غشای نورون است به گونه ای که تغییر در میزان DH آی غشای نورونی به تغییرات عمل کردی در فعالیت گیرنده ها و پروتئین های جاسازی شده در گلیسروفوسفولیپید ها منجر می شود. DHA بیشتر از سی درصد از کل ترکیبات فسفولیپیدی قشای پلاسمایی مغز را تشکیل می دهد. بدین معنی که اومگا 3 برای حفظ یک پارچگی غشا و در نتیجه تحریک پذیری نورونی و عملکرد سیناپسی تعیین کننده است. اما ای پی آ به میزان اندکی در غشای نورونی یافت می شود و می تواند به DHA تبدیل شود. EPI نیز نقش مهمی در عملکردهای فیزیولوژیکی ایفا می کند و می تواند بر فعالیت نورونی، سیگنالی و جریان خون نورونی اثر گذار باشد. به علاوه ای پی آ در انواع بیماری ها مانند افسردگی تأثیر مثبت دارد و سطوح کاهشی یافته BDNF یکی از عوامل نوتروفیک مغزی است را در اثر افسردگی افزایش می دهد. یافته های بالینی مصرف اومگا 3 بیماری های قلبی عروقی بیماری های قلبی عروقی یکی از دلایل عمده مرگ و میر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است به گونه ای که نیمی از مرگ و میرهای سالیانه در کشور ایران را نیز به خود اختصاص داده است تسلوب شراین وضعیت التهابی مزمنی است که میتواند با پارگی پلاک به ایجاد رخداد بالینی هاد منجر شود التهاب و استرس اکسیداتیو دو عامل مهم ایجاد تسلب شراین هستند و مواد غذایی ممکن است با تاثیرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی در روند بیماری های قلبی عروقی اثرگذار باشد امروزه اثرات ضد التهابی اسید لینولیک و اسیدهای چرب اومگا 3 توجه بسیاری را به خود جلب کرده است شواهد گسترده به دست آمده از تحقیقات بالینی، تجربی و اپیدمیولوژیکی اهمیت اومگا 3 را در پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی نشان می دهد. تحقیقات مختلف نشان میدهند مصرف روغن ماهی میتواند خطر مرگ ناشی از حملات قلبی مردان را تا 80 درصد و زنان را تا 33 درصد کاهش دهد. به نظر می رسد اومگا 3 از طریق غنیسازی فوسفولیپیدهای های غشایی سلولی به ای پی آ و دی اچ آ چنین مزایایی دارد. در نهایت اومگا 3 از طریق این مکانیزم می تواند آستانه آریتمی بطنی را بالا برده، فشار خون را کاهش و عمل کرده آندو تلیالی و شریانی را بهبود بخشد. همچنین گفته شده اومگا 3 می تواند تجمع پلاکت ها را کاهش دهد و بر تنواک نیز تاثیر بگذارد در یک ارزیابی فراتحلیلی روی 22 بیمار مبتلا به فشار خون گزارش شد که مصرف تقریبا 3 تا 4 گرم در روز اسیدهای چرب اومگا 3 با کاهش قابل توجه 7 1 و 1.5 میلی متر جیوه در فشار خون سیستولیک و دیاستولیک همراه است. تأثیرات مطلوب بر محتوای لیپیدهای سرومی یکی دیگر از اثرات محافظی محافظتی قلبی اسیدهای چرب اومگا 3 به خصوص در دوزهای بالاتر است. ناهنجاریهای لیپیدی شامل هیپرتری، گلیسریدیمی، پایین بودن غلظت دی ال، دی سی و به ویژه آپولیپوپروتئین سرومی یکی از عوامل خطر بیماریهای قلبی است. تحقیقات متعددی طی سالهای گذشته برای یافتن ترکیبی که بتوانند ناهنجاری های لیپیدمی و به ویژه بالا بودن آپ و سرومی را برطرف کند انجام گرفته است. اسیدهای چرب امگا 3 از طریق کاهش بیان ژن و پروتئین های اتصالی عنصر تنظیمی استرول ها یا SREBP و همچنین افزایش تخریب آنها در پروت آزوم ها اسیدهای چرب در کبد می شوند. با کاهش سنتز اسیدهای چرب میزان سنتز تریگلیسرید و در نتیجه VLDL در کبد کاهش یافته و به این ترتیب VLDL کمتری به خون وارد می شود و غلظت تریگلیسرید خون نیز کاهش می آبد. در حالی که تحقیقات دیگر نشان داده اند مکمل اسیدهای چرب اومگا 3 سبب کاهش LDL-C سرومی و غلظت کلسترول تام می شود با این حال کاهش LDL C سرم و غلظت کلسترول تام به دنبال مصرف مکمل امگا 3 در بسیاری از تحقیقات مشاهده نشده است. سلامت روانی اخیرا محققان متوجه شدند که بین متابولیسم غیر طبیعی اسیدهای چرب و افسردگی ارتباط معناداری وجود دارد به طوری که کاهش میزان اسیدهای چرب غیر اشباع اومگا 3 تأثیر به سزایی در ایجاد خلق افسرده و منفی نسبت به زندگی دارد. طبق تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر اومگا 3 و سروتونین، مایع مغزی نخاعی و ارتباط کاهش سطح غشای سلولی و پلاسمایی آن در بیماران افسرده وجود دارد. کلرمن نیز در سال 1989 گزارش کرد رابطه قوی بین ابتلا به افسردگی و رژیم های دارای اومگا 3 کم وجود دارد. ادوارد نیز تغییرات سطح اسیدهای چرب رژیم غذایی را در بروز افسردگی مؤثر می دارد. لوگان نیز در تحقیقات خود به رابطه قوی بین افسردگی اساسی و کاهش اسیدهای چرب اومگا 3 اشاره کرد. نمتز و همکارانش افزودن اومگا 3 به داروهای ضد افسردگی را در کاهش نمره مقیاس افسردگی هامیلتون موثر دانستند. کلرمن و همکارانش در تحقیقات خود افزایش افسردگی را با رژیم دارای اومگا 3 کم مرتبط می‌دانند بنابراین اضافه کردن امگا 3 به رژیم غذایی میتواند در بهبود و حتی پیشگیری از علائم افسردگی مؤثر باشد به طوری که نتایج کارآزمایی بالینی دو سوکور سو و همکارانش در 28 بیمار با تشخیص افسردگی اساسی در دو گروه تحت درمان با اومگا 3 و دارونمای روغن زیتون نشان داد افراد تحت درمان با اومگا 3 مقیاس افسردگی همیلتون پایینتری داشتند. پرانسه و همکارانش با انجام ت... یک تحقیق کارازمایی بالینی دو سکور روی 423 بیمار نتیجه گرفتند مکمل اومگا 3 در مقایسه با دارونمای روغن آفتابگردان توانست علائم دوره افسردگی را به طور معناداری در گروه درمان با مکمل کاهش دهد. نمتز با انجام یک تحقیق در سال 2006 نشان داد اومگا 3 به طور معنیداری علائم افسردگی را در کودکان دو تا 6 سال کاهش داده و عملکرد آنها را افزایش می دهد. در تحقیق دیگر در سال 2006 مشخص شد افزایش ریسک خودکشی ناشی از افسردگی با کاهش سطح اسیدهای چرب غیر اشبا با زنجیره بلند در ارتباط است، با توجه به نتایج این تحقیقات و دیگر تحقیقات انجام شده و به دلیل بیزرار بودن مکمل اومگا 3 می توان از این دارو در درمان افسردگی های غیر سایکوتیک استفاده نمود. بیماری های التحابی برای درک مزایای ضد التحابی امگا 3 ابتدا باید چگونگی و راه های ایجاد التهاب را بشناسیم التهاب پاسخی فیزیولوژیک به محرک های گوناگونی است که به سرعت شروع و پایان می اسید چرب آراشیدونیک یکی از مهمترین مواد کمک کننده در ایجاد التهاب است که می از طریق فرایندهای آنزیمی به ماده پیش التهابی به خصوص به نام به ماده ای به نام پروستوگلاندین ای دو تبدیل شود اومگا 3 سوخت و ساز اسید آراشیدونیک یا اومگا 6 را مهار و از این طریق تولید سری لکوترین های چهار التهابی پروستاگلاندین های ای دو و همچنین تولید سایتوکاین های التهابی در سلول ها را کاهش می دهد. مکانیزم کلیه کاهش التحاب توسط اسیدهای چرب اومگا 3 بدین صورت است که ابتدا در اثر برهم خوردن نسبت اومگا 3 به اومگا 6 مقدار اسید آراشیدونیک قشای فسفولیپیدی سلولهای ایمنی افزایش می‌یابد در نتیجه اسید آراشیدونیک به عنوان سوبسترا پی جی ای دو و ال ای یو که چهار بیشتری تولید می کند که اثرات التهابی فراوانی دارد. مصرف مکمل اومگا 3 با به تعادل رساندن این نسبت موجب کاهش اسید آراشیدونیک روی سطح غشاء سلولهای ایمنی شده و ایکو ساب نتانویک اسید و دوکو ساخ گزا نویک اسید جایگزین اسید آراشیدونیک می شوند. به این ترتیب ایکوساپنتا نویک اسید و دو نویک اسید به عنوان سوبسترا جایگزین می شود و در نتیجه به جای تولید پی جی ای دو و ال یو چهار حاصل از آراشیدونیک پی جی ای سه و لکوترین پنج بیشتری تولید می شود. نسبت مطلوب اسیدهای چرب اومگا 3 هر دوی DHA و EPA با نسبت های متفاوت در روغن ماهی وجود دارند. اغلب ماهی های مصرفی مثل سالمون شامل نسبت تقریبی دو به یک هستند در حالی که اغلب روغن های ماهی استاندارد دارای نسبت دو به سه هستند. DHA به میزان کم می تواند به EPA تبدیل شود. با این حال مصرف مکمل EPA نمی تواند سطوح DHA خون یا بافت را افزایش دهد. ورزش نیز می تواند بر ترکیب اسیدهای چرب فوسفولیپید قشای ازولانی اثر بگذارد. نیمروخ اسیدهای چرب موجود در رژیم غذایی روزانه نیز نقش مهمی در ترکیب اسیدهای چرب به فسفولیپیدهای قشای دارد. البته برخی شواهد نیز نشان می دهد ورزش احتمالا ترکیب اسیدهای چرب فوسفولیپید غشایی را متعادل می کند. اندرسون و همکارانش نشان دادند شش هفته تمرین با شدت کم به تغییرات فراوانی در ترکیبات اسیدهای چرب فسفولیپیدهای غشای ازولانی به همراه افزایش قابل توجه در اسید اولیک و کاهش AA منجر می شود. هلگ و همکارانش با بکارگیری تمرینات با مدل تک دریافتند دریافتن ورزش اثرات تنظیم کننده ای بر ترکیب اسیدهای چرب فوسفولیپید قشای ازولانی در انسان دارد. در تحقیقی دیگر هفت ورزشکار مرد به انجام تمرینات استقامتی ازولات باز کننده زانو در یک پا به مدت چهار هفته پرداختند که پای مخالف به عنوان عضو کنترل در نظر گرفته شده بود. بیوپسی های ازولانی از عزله پهن جانبی قبل چهار روز و چهار هفته بعد گرفته شد. در پایان بعد از چهار هفته محتوای اسیدهای چرب فسفولیپید و دی اچ آ به طور معنی داری در ازولی تمرین کننده بالاتر بود. یافته های حاضر حاکی از برهم خوردن نسبت اسیدهای چرب امگا 3 در بین ورزشکاران است بنابراین ورزشکاران و تمامی افرادی که در طول روز سطوح فعالیت بالایی دارند باید برای برقراری این نسبت تلاش کنند مقایسه اثر ورزش و مصرف امگا نشان داده شده ورزش و فعالیت بدنی با خطر کمتر بیماری های قلبی، فشار خون، چاقی و دیابت در ارتباط است. ورزش فشار خون را پایین می آورد و خطرات ناشی از بیماری های قلبی عروقی را از طریق بالا بردن سطوح HDL و کاهش LDL و کلسترول کاهش می دهد. اومگا 3 و فعالیت بدنی هر دو اکسایش چربی را افزایش می دهند. اسیدهای چرب اومگا 3 فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی همانند گلوتاتیون پروکسیداز، کاتالاز و سوپر را افزایش می دهند. ورزش و اسیدهای چرب اومگا 3 هر دو حساسیت به انسولین را بالا برده و در نتیجه از هایپرگلایسمی پیشگیری می کنند. اومگا 3 تحویل اکسیژن به عضله قلب را افزایش می دهد تا قلب برای دریافت اکسیژن کافی مجبور نباشد بیشتر و سختتر کار کند و این برجسته ترین اثری است که در نتیجه تمرینات استقامتی حاصل می شود. ورزش نقش مهمی در تنظیم وزن بدن دارد. موارد مصرف اومگا 3 در بین ورزشکاران به طور خلاصه ادعاهای مطرح شده در مورد اثر مصرف مکمل اومگا 3 اومگا 3 روی ورزشکاران به شرح زیر است. 1. خواص التهابی گاهی دیده شده ورزش همانند عفونت یا آسیب با افزایش سایتوکین های التهابی و پیش التهابی همراه است تولید سایتوکین های پیش التهابی برای دفاع ایمنی ضروری است ولی تولید بیش از حد این سایتوکین ها ممکن است به التهاب و متعاقب آن آسیب عضله اسکلتی ضعف و افزایش خطر عفونت منجر شود با توجه به تاثیر ضد التهابی امگا محققین ادعا کردهاند که مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع امگا به کاهش عوامل التهابی به خصوص 11 آی 17 پروتئین و واکنشگر سی به دنبال تمرینات شدید ورزشی منجر می شود. در تحقیقی مشخص شد مصرف امگا 3 به مدت 8 هفته روی 6 مرد و 6 زن موجب کاهش پروتئین واکنشگر سی می شود. در پژوهشی دیگر محققان 21 زن سالم و مسن را انتخاب کردند و آزمودنی ها به مدت 8 هفته هر روز به مقدار 6 گرم ای پی آ مصرف کردند. در پایان تحقیق مشخص شد سطح CRP از 11 میلی گرم بر لیتر به 8 میلی گرم بر لیتر کاهش یافت که این چقدر به دلیل کاهش IL6 بوده باشد به هر حال این ارتباط وجود دارد و در نهایت می توان از تحقیقات انجام شده نتیجه گرفت که بین مصرف مکمل اومگاسه و متعاقب آن فعالیت ورزشی و سطوح پلاسمایی ارتباط معناداری وجود داشته باشد اما عواملی مانند شدت فعالیت، تواتر جلسات، سطوح اولیه سی آر پی سرومی و حتی وزن افراد بر این ارتباط مؤثرند. 2. اکسایش چربی ها و لیپولیز تحقیقات نشان داده است مصرف اومگا 3 در تغییرات مطلوب ترکیب بدنی نقش دارد تحقیقات حیوانی به طور مداوم کاهش آدیپوز و افزایش توده خالص بدنی را به دنبال رژیم های غنی از اومگا 3 نشان دادند. همچنین در برخی از کارآزمایی‌های های انسانی و نه همه آنها کاهش توده چربی به دنبال مصرف اومگا 3 در مقایسه با اسیدهای چرب غیر اشباه دیگر نشان داده شده است. کانسوا و برون روا در تحقیقی نشان دادند سرعت اکسایش چربی ها در انسان به دنبال مکمل گیری با امگا 3 افزایش مییابد در این تحقیق پیشنهاد شد مصرف امگا 3 میتواند باعث کاهش وزن و وی ال شود در تحقیق نوری نشان داده شد مصرف روزانه 4 گرم مکمل امگا 3 به مدت 6 هفته موجب کاهش معناداری در درصد چربی بدن و توده بدنی گردید هرچند در مقادیر انرژی استراحتی تفاوتی بین گروه مکمل و گروه کنترل دیده نشد نتایج مشابهی نیز در تحقیق کاجیوار و همکارانش پارا و رامل پاریش و همکارانش دیده شد این فیلم برای پیج نوید داریا تهیه شده است.